خدمت هممیهنان عزیز که شما باشید و بینندگان محترم برنامه چرا زنین درود میفرستم. میدونید که این برنامه چرا زنین روزهای دوشنبه به وقت واشنگتن ساعت 4 بعد از ظهر، به وقت غرب آمریکا یعنی کالیفرنیا ساعت 1 بعد از ظهر از تلویزیون مردم پخش میشه. دقیقا نمیدونم در چه سالی بود، ولی میدونم که در اوائل دهه سال 1330، حالا 34 بود 35 بود، که ایران صاحب تلویزیون شد. تلویزیونم در اون موقع تلویزیون شخصی بود، میگفتن تلویزیون ثابت پاسار. بعد از ظهرها یک چند ساعتی برنامه داشت، برنامه هاش هم زنده بود چون هنوز تکنولوژی اینقدر پیشرفت نکرده بود یا ما هنوز وسایلش نداشتیم، برنامه ها زنده پخش میشد، نمایش بود یا صحبت بود، اخبار بود، زنده پخش میشد. و دقیقا یادم میاد که یکی از کسایی که تو اون برنامه بود آقای زنده‌یار علی تابش بود. یه شخص دیگه بود که نمیدونم اسمش آقای مجلل بود، آقای اسم دقیقا اونم جزو کسایی بود که برنامه های تفریحی داشت. تا اینکه بعد از چند سال دولت اومد تلویزیون ثابت پاسار رو در اختیار گرفت، یعنی فکر کنم خریدن، چون دیدن که آقا تلویزیون امروز چه نقش مهمی میتونه تو جامعه داشته باشه، اسمش رو گذاشتن تلویزیون ملی ایران، ولی زیر کنترل دولت بود. در اوایل هم تلویزیون ملی ایران عصرای چند ساعت برنامه داشت و برنامه‌هاش هم سیاه‌سفید بود، تا اینکه فکر کنم یک سال یا دو سال قبل از اینکه جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران برگزار بشه، به فکری افتادن، چون یک مقدار تکنولوژی هم در سر پیشرفت کرده بود، به فکری افتادن که خب اگر جشن‌های 2500 ساله بشه و برای اولین بارم تا جایی که من اطلاع دارم در اون زمان جشن‌ها زنده در دنیا پخش شد، در همین آمریکا من دیدم، اومدن دوربین‌ها رو عوض کردن، وسایل تلویزیون رو عوض کردن و رنگی کردن و جشن‌های 2500 سال در ایران وقتی پخش می‌شد رنگی پخش می‌شد. ولی در سال 1974 که مسابقات آسیایی در ایران می‌خواست برگزار بشه، المپیک آسیایی، من اونجا در تلویزیون بودم، تمام سیستم تلویزیون عوض شد و کلاً برنامه‌ها دیگه رنگی پخش می‌شد. ولی خب در ایران چون تلویزیون دولتی بود، مخارج رو دولت میپرداخت. مثلا من یادمه یک بار آقای پیمان، زنده‌یار پیمان، که در اوائل مدیر تلویزیون شبکه یک بود، چون ما دو تا شبکه در موقع داشتیم، یکی شبکه دو بود که آقای زنده‌یار گرگین، ایرج گرگین رئیسش بود، در اوائل هم بعد یادم میاد که آقای پیمان، فکر کنم اسدالله پیمان اسمش بود، ایشون رئیس بود، مخارج دولت میداد. و ایشون یه بار گفت که بعد از ارتش بزرگترین بودجه در اختیار تلویزیونه. برای این هم هست که من یادم میاد که در اواخر ما تقریبا 9000 تا کارمند در سرتاسر ایران تلویزیون ملی ایران داشت. خب مردم میشستن برنامه رو نگاه میکردن چون مجانی بود. روزنامه های شهر هم مثلا من به خاطر دارم کیهان اطلاعات 5000 بود، مجلات دیگه 2 تومن بود، حالا یکی خواست میخرید یکی خواست نمیخرید، ولی تلویزیون و رادیو اینا مجانی بودن. و ما تقریبا عادت کرده بودیم که تلویزیون و رادیو رو مجانی گوش کنیم و نگاه کنیم، تا اومدیم آمریکا. در آمریکا تلویزیون یه دی ایرانی ها در همین لس آنجلس، آقای بیبیان، لیمونادی و جنبش آمدن تلویزیون زدن، ولی خب دولتی دیگه نبود، بودجه نبود که به این تلویزیون ها کمک کنه، مجبور بودن برای که خرج تلویزیون در بیارن رفتن دنبال آگهی گرفتن. و این
کم کم شد تلویزیون برای بعضی ها در آینده، در اول اینطوری نبود، در اول برنامه های خیلی سیاسی سنگین بود. من به خاطر دارم همین تلویزیون جام جم لس آنجلس یک شخصیت های می آمدن، میشد دکتر امینی می آمد، بختیار می آمد، داریوش اردشیر زاهدی می آمد، خیلی شخصیت های خوب سیاسی و سنگین تو برنامه ها شرکت می کردن و مردم هم واقعا می شستن و برنامه رو تماشا می کردن و یک احترامی در صورت روی مدیران این تلویزیون داشتن، اعتبار داشتن. مثلا مدیر یک تلویزیون محلی وقتی می آمد تو جامعه، مردم با شوق بهش نگاه می کردن، با احترام باش برخورد می کردن. ولی خب در طول زمان تلویزیون دیگه اومد، تلویزیون محلی دیگه اضافه شد و یک آدم های آمدن تلویزیون زدن که باعث شد اون اعتبار و احترامی که یک رسانه داشت کم کم تو جامعه محو بشه، به جاش بی اعتباری و بی احترامی جاش بگیره. و خب یک عده هم تلویزیون شد براشون بعدن یک دکان، یک مغازه، هم پول آگهی، یعنی هم پول تلویزیون میدن، هم زندگیشون اینجوری میچرخوندن. و این منم بعد از مدت، من دقیقا به خاطر دارم که فکر کنم 19 یا 20 تلویزیون محلی بود که من تلویزیون چرازنی افتتاح کردم، شروع شد، منم آگهی گرفتم. ولی برای خودم، برای برنامه نیم ساعته خودم یک لیمیت گذاشتم، گفتم آقا خرج تلویزیون من اینه و من اگر اینقدر آگهی داشته باشم این تلویزیون میچرخه. چرا زندگیم خرج خودم چجوری میشه؟ خرج خودم میرفتم عروسی فیلم برداری میکردم، چون یه دفتر داشتم تو بیورلی هیلز 7-8 سال، همین هنرمندا تو کنسرت ها میرفتم فیلم میگرفتم، توی خود استودیو عکس میگرفتم، ویدیو برای کسی دیگه آمریکایی درست میکردم و خلاصه زندگی من از اون بر میچرخید و درآمد من خوب بود و خانمم هم در صورت کار میکرد و هنوزم داره کار میکنه. ولی یه عده نه آمده بودن، ادعای سیاسی داشتن، ادعایی داشتن که دارن با رژیم مبارزه میکنن، ولی میدیدم که زندگیشون روز به روز داره اشرافی تر میشه. اگر روز اول یک پیکان زیر پاشون بود یا یک جیان زیر پاشون بود، امروز بعد از 1-2 سال میدم ماشینشون از جیان یه جهش پیدا میکرد، میرفت روی بی ام وی یا روی بنز. خب این برای من سوال برانگیز میشد که اگر ما آمدیم مبارزه داریم میکنیم و ادعا داریم که در راه مردم دارن قدم میزنیم، چیز با زندگی تشریفاتی و اشرافی که نمیشه که بری شما مبارزه کنی. بگی شما میتونی وقتی میری تو جبهه جنگ، وقتی میری در مقابل دشمن قرار میگیری با بهترین کت شلوار و بهترین کراوات و بهترین کفش و ماشین آخرین سیستم زیر پات میشه بری تو میدون جنگ، این غیر ممکنه. در میدان جنگ باید آمادگی داشته باشی، پوتین پات باشه، لباس رزم به تنت باشه. اینا اینطوری نبودن. بعد از مدتی متوجه شدم نه آقا، اینها ایران و مردم ایران شده به اینا کالا و من تو اینا زندگی کردم، سالهای سال در کنار اینا بودم. حتی با من که برنامه‌ام شروع شد از روز اولم گفتم آقا برنامه من انتقادیه، اگر توی جامعه اشحافی میشه به جامعه به توسط یک افراد انگوشمار، این وظیفه منه که بیام تو تلویزیون بگم که کسای دیگه قربانی نشن. آخر ما تلویزیون و رسانه رو در اینجا که سالهای در آمریکا مسائل ایران بگن که به هیچ نتیجه بعد از 30 چند سال نرسیدیم و اخبار بگن یه چند تا موزیک هم برامون پخش کنن. نه، شما وقتی که مریض میشین دندونشون درد میگیره، پلو کی میریم؟ میریم پلو دندان پزشک. چشمتون درد میگیره، میریم پلو چشم پزشک. اگر مشکل قلبی داریم میریم پلو تخصص قلب. در صورت در بدن شما رشته های مختلف دکترهای هستن که تشخیص میدن شما مثلا پروستات داریم، شما مثلا
کلسترول بالاست. اگر ماشین شما خراب میشه پلو مکانیک میری. در صورت هر کسی یک وظیفه تو جامعه داره برای مردم انجام میده، یک سرویس میده. خب شما به من بگین به عنوان یک بیننده، به عنوان مدیران تلویزیون، بگین وظیفه یک رسانه تو جامعه چیه؟ فقط بیاد بشینه حرف بزنه، چند تا ناسزایم به رژیم بگه، یک چند تا موزیک ویدیو هم به شما نشون بده، اخبارم روزم بگه که اخبارم که همه قبلا روی اینترنت خوندیم، بعدم بگیم به به ما داریم برنامه داریم مبارزه میکنیم. آقا تلویزیون یعنی رسانه هم دکتر جامعه هست، دکتر شما هست که اگر اشحافی در جامعه به شما شده تلویزیون وظیفه‌شه بیاد اینو تو تلویزیون، تو روزنامه، تو مجله، تو رادیو مطرح کنه که کسای دیگه گول نخورن، کسای دیگه قربانی نشن. این چیزی که به من آموختن تو دانشگاه، این چیزی که من برداشت کردم. اگر غیر از اینه بیان به من بگین من دارم اشتباه میکنم. اینو چندین بار تو تلویزیون خودم، تو آپادانا، تو تلویزیون محلی گفتم که آقا من رسانه رو از این دید نگاه میکنم تو جامعه، اگر اشتباه میکنم و شما بهتر از من میدونید بیاد بگی که من این راه رو نرم، من به بیراهه نرم، به کجراهه نرم. نگفتن، چون خودشون نمیدونن، چون میدونن که من دارم دقیقا درست میگم. چون بارها به من گفتن که آقا تو مگر سر درد میکنه چرا بری خود دشمن درست میکنی؟ چرا یه چیزاری که پشت صحنه هست داری مطرح میکنی؟ برو دنبال شارت آگهی بگی زندگیتو بچرخون، زندگیتو بچرخون. اینا دارن به وسیله این تلویزیون، به وسیله شما تماشاچی که نشستی، دارن زندگیشون رو میچرخونن. تا حرف میدونم آقا ما در سر باید دنبال معاش باشیم. بله منم دنبال معاشم، ولی به چه قیمتی؟ نه من راهم اینه، چی حالا برنامه داشته باشم چی نداشته باشم، در سر من بیست و چند سال جلو دوربین بودم، اونایی که در سر من شناختن شناختن دیگه، منم که تا آخر عمر که نمیتونم بیام شدم جلو دوربین. و امروز بایستی که من آگهی داشته باشم، یعنی ساپورت بشم از طرف شما که بتونم این برنامه رو تو تلویزیون مردم ادامه بدم. آقای سوربی هم حق داره، ما الان 8 هفته، این 8مین هفته یا 9مین هفته که دارم برنامه برای ایشون میفرستم و ایشون هم پخش میکنه، ولی به قول خودمون ضرب المثلی در دیزی بازه، حیا گربه کجا رفته؟ در اصل من باید یک کمک مالی به ایشون بکنم که این هم بتونه اون برنامه تلویزیون مردم رو ادامه بده، بتونه برنامه من رو تو ساعت پخش کنه. برای اینه که اگر من از طرف شما ساپورت نشم، اونایی که در اصل این برنامه رو میبینن و دوست دارن، آقا ما 10 دلار، ما 20 دلار، هر چی که امکان داره کمک کنی، منم میتونم به آقای صبحی کمک کنم. کمک نشه متاسفانه این آخرین برنامه‌ای که هست من برای شما اجرا میکنم، نمیتونم ادامه بدم، چون درآمدی هم ندارم که با آقای سوربی حتی اگه بگه ما 50 دلار بده، چون من از دولت آمریکا برای بازگی همش 500 دلار، من هیچ وقت هیچی رو پنهان نمیکنم از شما. زندگی من اینطوریه، من به قول خودمون روباز بازی میکنم با شما. من ما 500 دلار با آقای سوربی میگم آقا من ما 500 دلار از دولت دارم پول میگیرم، یعنی مادر من توی مملکت از من داره بیشتر میگیره، من 500 دلار میگیرم. این زندگیم که میبینین باور کنین خانمم داره میچرخونه. برای اینه که با آقای صبحی گفتم آقای صبحی اگه بگی 50 دلارم در ماه به من بده من نمیتونم، چون این 500 دلار در صورت باید پول تلفن رو خود میبدم دیگه، من باید یک کمک بکنم، گاه وقتی یک گروشری بخرم، پول خانمم که نمیتونم بگم آقا پول بنزین بده ببخشید من میخوام برم مثلا تا پستخونه. من بارها شده باور کنین میخواستم برم لس آنجلس از خانمم پول گرفتم، آخه دیگه تا کی؟ آیا واقعا شما اگر همچین موقعیت داشتین هم خانم شما یه روز بهت یک حرف نمیزنه آقا تا کی؟ باور کن یک بار خانم من نگفته که آقا تو بیست و چند سال رفتی این راه رفتی اومدی نتیجه چی شد؟ فقط گاهی اوقات میگه خب اینقدر که تو میگی برنامه من بیننده داره چرا ساپورتت نمی کنن؟ گفتم آقا
طرز فکر آمریکاییه، درستم میگه. چون در آمریکا، حالا من فکر کنم یه بار خدمتتون عرض کردم، دقیقا نمیدونم ولی خب بد نیست تکرار کنم، در آمریکا ما یه تلویزیونایی داریم، یه رادیویی داریم بهش میگن پابلیک تلویزیون، پابلیک رادیو. این پابلیک رادیو و پابلیک تلویزیون یک بودجه خیلی مختصری از دولت آمریکا کمک میگیرن، اما تو این همش 24 ساعته برنامه دارن، ولی کمک اصلی اینی شاید 70-80% کمک های اون تلویزیون از طرف مردم میاد، مردم کمک میکنن. من بارها دیدم مثلا برنامه تلویزیونی پابلیک تلویزیون تو همه اورگان، تو همه ایالت هست، آمده یه برنامه تلتان گذاشتن که آقا ما الان به اینقدر مقدار پول احتیاج داریم و مردم دادن. چرا دادن؟ اولا اینا عادت کردن، جز وظیفه شون میدونن، یه خدمتیه به جامعه. یارو میبینه آقا برنامه ای مثلا توی این پابلیک تلویزیون یا رادیو یه برنامه ای هست دوست داره، یکی دیگه یک برنامه دیگه دوست داره، میان چیکار میکنن؟ میگن آقا ما جز بیلمون میذاریم، پول برق میخوایم بدیم دیگه، هر ماه پول کیبل میخوایم، مثلا ما 10 دلار، حالا یکی ممکنه ما 20 دلار، این دیگه جزء بیلاشه، یعنی هر ماه میفرسته. ولی ما اگرم یک موقعی یکی میگه آقا ما کمک میکنیم، یک ماه الا دو ماه بعد ما سمت فراموش میکنه، چون جزء وظیفه‌اش نمیدونه، در اون لحظه احساساتی شده، خب آقا ما کمک میکنیم چش، ولی بعد از دو ماه احساساتش تبش خوابیده، یادش رفته، جزء زندگیش دیگه نگذاشته. و چرا؟ برای که ما مخصوصا نسل قدیم، نسل جوان که خب خیلی هاشون دیگه برنامه ایرانی رو نگاه نمیکنن، نسل قدیم هم عادت به مجانی، تلویزیون مجانی بوده، رادیو مجانی بوده، ممکنه نشریات پولی بوده ولی دلش خواسته میخریده، دلش خواسته نمیخریده. اگر واقعا برنامه چرا زنین یا برنامه آقای سربی یا برنامه هر کسی دیگر که دوست دارین، آقا ساپورت کنین. ما که از گشتگی که نمردیم که بگیم الان ما کنار خیابونیم هوملسیم کمک، نه، کمک کنید که برنامه‌ای که مورد علاقه شما هست تو تلویزیون ادامه پیدا کنه. کمک کنین که او تلویزیونی که فکر میکنین داره به جامعه خدمت میکنه در زمینه‌های مختلف ساپورتش کنین. ساپورت نکنین بسته میشه، بعدم میگین من دیدم بارها، ای حیف ها او تلویزیون حیف بود بسته. آقا تقصیر شما بوده که بسته شده، بلکه ساپورتش نکردی. آگهی هم بینید، ما ایرانی ها چقدر آدم هایی گاه وقتا نمیدونم چی بگم، واقعا نمیخوام واژه‌ای رو استفاده کنم که فکر کنید دارم توهین میکنم، نه، ولی حاضریم به دولت آمریکا مالیات بدیم، تکس بدیم. خب این خوبه، ولی گفته که دولت آمریکا هم اداره تکس هم گفته که آقا شما اگر مثلا برای بیزینست، برای کارت اگر یک یخچال اضافه بخری یا ریمادلینگ کنی یا پول آگهی بدی، اینا از اون تکست کم میشه. خب شما وقتی که آگهی به یک تلویزیون، به یک رسانه آگهی میدید، خب این پای تکستون گذاشته میشه. میتونین از تکسی که باید به دولت امسال، مثلا امسال 2000 دلار بدین، 1000 دلارش دادین برای رسانه‌های گروهی، او کم میکنه ازتون. ولی شما حاضرین که به دولت بدین، مثل که یک نوع لجبازی دارین به جامعه ایرانی، ولی حاضر نیستین به رسانه مورد علاقتون، برنامه علاقتون، مورد علاقتون ساپورتش کنین. در صورتی که ما بایستی که هوای همدیگر داشته باشیم، پشت همدیگه باشیم که کمیونیتیمون رو قوی کنیم. یه بارم مثل زدم، مثل که دو سه هفته پیش، کلیمی ها، کلیمی ایرانی، هر روزنامه‌ای که از طرف کلیمی میاد، هر تلویزیونی که صاحبش کلیمیه، از طرف کلیمی ها ساپورت میشه، رو نگرش میدارن، نمیگم میلیونرش میکنن ولی نگرش میدارن، بری که
میدونن که اولا نقش یک رسانه چقدر مهمه تو جامعه و بعدم بایستی ساپورت بشه، چون این میتونه عقاید ما، میتونه مشکلات ما، میتونه گرفتاری های ما، میتونه کسایی که به ما اشراف کردن تو تلویزیون تو رسانه مطرح کنه. تلویزیون، رادیو بلندگوی شما مردمه. شما اگر بهرون اشراف شده، اگر یکی تو جامعه کلای یک در ورشه به یک عده ظلم کرده، اگر یک دکتری بیمه شما رو چندین برابر چارج کرده، یا درباره اون تشخیص مریضیتون درست تشخیص با مدرک اگه داشته بشین، خب شما صداتون که نمیتونید خیابون را بیفتین به مردم داد بزنین. اون اسناد و اون سندار و اون مستند چیزایی که دارین برید یک تلویزیون میفرستین و وظیفه اون تلویزیونه که اینا رو بیاد چکا کنه تو تلویزیون نشون بده که اون دکتر دیگه اشتباه نکنه یا جامعه بشناسش. ولی ما نمیدونم چرا اینطور هستیم. ما به تلویزیون بیام کمک کنیم فردا وضعش خوب بشه؟ یعنی این طرز تفکر اکثر ما هاست در زمینه های مختلف، نه فقط رسانه ها. حالا دیگه اگر من ساپورت بشم، ساپورتیم هم زیاد فکر نکنی. یه چند نفر ما 50 دلار بده. آقا 50 دلار پولی نیست. شما یه چلو کباب میری میخوری 50 دلار. ببخشید. چند نفرتون ما 50 دلار بدین که من بتونم با آقای سربی یه کمک بکنم، یه کمکی هم برای همین برنامه خودم که ضبط میکنم فلان وقت میذارم بشه همین. وگرنه واقعا خیلی متاسفم هستم، به قول آمریکا میسوتونم میکنم. در صورت این تلویزیون یک رابطه بین من و شما برقرار میشه، دوستی به وجود میاره، دوستی تبدیل به رفاقت میشه. ولی خب این آخرین برنامه است که من براتون اجرا میکنم. ولی داشتم با آقای سربی صحبت میکردم، نه روی خط، خب روی خط که یک ساعت و نیم با هم صحبت کردیم، از من خیلی چیزها پرسید بدون حتی گفت از گذشته بگو، همه چی رو گفتم. ولی یادم رفت تاریخ تولد من بگم. تاریخ تولد من 1120 در ایرانی، 1941 آمریکایی است. یعنی درست من 15 بهمن یا 4 فوریه 1941 به دنیا آمدم. یعنی دو سه ماه دیگه بنده وارد 76 سال بهار زندگی میشه. همش دیدین میگن بهار زندگی، من میگم آقا من درسته که 75 سال بهار رو پشت سر گذاشتم، ولی یادتون باشه هنوز تابستونش مونده، پاییزش مونده، زمستونش هم مونده. اینا رو هر کدوم 10 سال بذاریم پای هم، بنده 30 سال دیگه باید در خدمت شما باشم. حالا بعضیا در گذشته من شنیدم تو برنامه‌های خود منم که تو محلی بودم یا توی آپادانا، که آپادانا در بعد دیگه 12-13 سال تو آپادانا بودم، الان 8 هفتم که توی آقای سربی هستم. آقای سربی گواره صحبت شد، اینا گواره. بعضیا میگن که مثلا به من ایمیل میدن یا زنگ میزنن میگن که آقا این به همه داره بد میگه، بد و بیرا میگه. گفتم آقای سربی قبلا هم خودم اینا رو خیلی شنیدم. ما در ایران وقتی که از یک نفر انتقاد میشد، که البته تو رسانه ها خیلی خیلی کم انتقاد میشد، ولی در یک حضوری انتقاد میشد، نمیگفتیم انتقاد، گفت آقا یارو داره یارو خرابش میکنه، داره به یارو بد میگه. یا در یک مجلسی کمدینی میرفت روی سن، یا حالا تو کافه بود یا تو یک مجلس عروسی بود، یک جوکی درباره یک شخصی میگفت، نمیگفتن آقا داره جوک میگه، میگفتن آقا یارو ببین یارو خرابت کرد ها. خلاصه اینقدر دم گوش یارو میگفتن خرابت کرد و دیدی چرا همه خیتت کرده، یارو میدی با یارو دعواش افتاد زد خود کن. در صورتی که در اینجا دیدین توی اکادمی ورد، توی امی ورد میشه یارو کمدین رو میگه خیلی یارو چیز میکنه، برشون جوک میگه، میخندونه، خود طرف هم میخنده. حالا حکایت همین انتقاد ما، چون ما در ایران انتقاد رو هیچ وقت از رسانه ها نشنیدیم و تو مغز ما نرفته که آقا این انتقاده، انتقاد بدون کینه و بغض، نه که بیای چون من با فلانی بدم یک انتقاد بکنم نقطه ضعف، نه آقا
انتقادی که بنده تا امروز کردم بدون بغض کینه بوده. اینو با تمام وجودم خدمت شما عرض میکنم که هیچ وقت نه به شما دروغ گفتم، نه به خاطر که مثلا فلانی به من حمله فیزیکی کرده بیام تو تلویزیون چیز کنم. انتقاد کردم، از هنرمند انتقاد کردم، از جامعه انتقاد کردم، از او آدمای سیاسی که ادعای سیاسی دارن انتقاد کردم و بارها هم گفتم، یعنی میتونم بگم اقلا 20 دفعه تو برنامه‌های مختلف خودم گفتم آقا اگر منم رای اشتباهی میرم، اگر منم یک کاری کردم مورد انتقاد هستم، مخصوصا اگه به جامعه خودم لطمه زدم یا از کسی انتقاد کردم که انتقادم درست نبوده، خواهش میکنم بیاد یا تو برنامه خودم یا میام تو برنامه هر کسی بگین آقا با این دلیل با این مدرک انتقاد شما درست نبود، من معذرت خواهی میکنم. یا اگر برنامه‌ای بوده که از من باید انتقاد میشده ولی هیچ وقت تا الان نکردن انتقاد از من، چون نمیگم که من به قول ایترینا پرفکتم، نه، ولی انتقادان متوجه شدن که آقا اکثر انتقادهای من درست بوده چون از جامعه بوده، دردی بوده که خیلی ها داشتن ولی جایی نبوده که کسی بازگو کنه. و من با اطمینان خاطر بهتون میگم واقعا این برنامه چرا زنین من وقت محلی بود یکی از پربیننده ترین برنامه های لس آنجلس بود، چون تا اون موقع برنامه های تلویزیونی لس آنجلس تعدادش هر اینت بود فقط بهبه و چهچه بود، اگر کنسرتی به مردم اشهاق میشد خواننده دیر میامد یا اینقدر جمعیت اونجوری میامد که آتش نشانی میاد پلیس، هیچ وقت تو تلویزیون ها گفته نمیشد. اولین نفری بودم این کار کردم و دیدن که بله آقا یک شخصی اومده به عنوان چرازنی و داره مسائلی که بارها اینا تو جامعه دیدن به گوششون خورده شاهد بودن این داره بازگو میکنه، بر اینی که دیدن من بر خلاف جهت آب دارم را میرم. بر این هم است که سه دفعه مورد حمله فیزیکی نه اشخاص بیرون، از همکار خودم قرار گرفتم، چون میگفتن آقا چرا می این مسئله میگی؟ اگه ما تو کنسرت خوانندمون دیر میاد یا بلیت اضافه میفروشیم یا سر فلانی رو کلا میذاریم چرا میگی؟ چون منطق نداشتن، با سندم من نشون میدادم بر این که حمله فیزیکی کردن، ولی من از میدون در نرفتم چون روی هدف خودم ایستادم، چون اعتقاد داشتم، چون دارم مبارزه میکنم. من که نیومدم که معذرت میخوام مثل بعضیا لاس بزنم، خب منم میتونستم از روز اول بیام یه اطلاعات عمومی، چون هیچ کس، اینو میتونم با اطمینان خاطر بگم، هیچ کدوم از این برنامه سازان و مدیران تلویزیون لس آنجلس، حالا ممکنه اشخاص دیگه باشن که خیلی بیشتر از میدونم، اونقدر که من اطلاعات و معلومات درباره آمریکا از کوهاش بگی تا رودخونه هاش، از ایالتاش بگی، از هر چی که بگین اطلاعات دارم، اینا ندارن. خب منم میتونستم بیام میشینم همچی اطلاعات با مردم در میون بذارم، گاه وقتیم کردم، از خاطرات خودم بگم، چون من خیلی خاطره دارم، به قول ما آدم ماجراجوی بودم از اول زندگی. اولین نفر ایرانی بودم فکر می‌کنم تا حالا من نشدم، مثلا تمام آمریکا رو من اتو حساب رفتم، خیلی خاطره دارم اینا براتون تعریف کنم، یه چند تا موزیک ویدیو بذارم، آرشیو من شاید یکی از بهترین آرشیوهای این تلویزیون لس آنجلس رو دارم، ولی وظیفه تلویزیون رو میدونستم که وقتی جلو دوربین نشستم بایستی که ناهنجاری‌های جامعه رو با گوش شما برسونم. میدونستم که اگر تو جامعه من اتفاقات میفته که باید درد مردمه، این رو بیام به گوش همه برسونم، این وظیفه من بوده.